خداوند برز سلام شما بیننده خبرهای ساعت ده شب آریانا نیوز با من احمد زبیر حبیبزاده هستید. در نخست سرخط خبرها، بازار گرم مواد مخدر در اروپا عامل اصلی محرک توریسم و افرادگرایی. تقاضا برای مواد مخدر در بازارهای غربی محرک و عامل اصلی فساد در افغانستان است. سکوت پاکستان در برابر طالبان عامل افزایش ناامنی در منطقه. آیا دولت پاکستان تا کنون یک بار از تلاشش برای هدف قرار دادن طالبان افغان و یا شبکه حقانی گزارش منتشر کرده است؟ و تاکید حکم اعدام 5 عضو القاعده در پاکستان. وزارت خارجه پاکستان گفت از دور پنجم نشست گروه هماهنگی روند صلح افغانستان برگزار می شود. مقام های پاکستانی همچنان اظهار داشتند آنچه از راه صلح به دست می آید از راه جنگ ناممکن است. در این حال دولت افغانستان می گوید تا زمان پاکستان صداقتش را ثابت نکند دولت افغانستان اعتماد نمی کند. هرچند پس از چهارمین نشست چهار جانبه صلح میان پاکستان، چین، آمریکا و افغانستان باورها بر این بود که میکانیزمی ایجاد شده تا طالبان را به میز مذاکره بکشاند، اما طالبان از شرکت در مذاکرات امتناع ورزیده و پاکستان نیز که وعده کشاندن طالبان را به مذاکرات صلح داده بود ظاهرا در این کار کامیاب نشد. اما اکنون پاکستان بار دیگر سر و صدای دور پنجم مذاکرات صلح را در ماه روان میلادی بلند کرده است. با احتمال قوی دور پنجم نشست نمایندگان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین به هدف اثرگیری گفتگوهای صلح افغانستان با مخالفان مسلح در جریان ماه می سال جاری برگزار شود. حاضر کردن طالبان افغانستان به میز مذاکره کار آسان نیست، اما گروه هماهنگی چهارجانبه مسئولیت دارند که این کار را انجام دهند و مخالفان مسلح افغانستان را به میز مذاکره بکشانند. اما واکنش ها از سوی کاخ ریاست جمهوری افغانستان در مورد اظهارات تازه وزارت خارجه پاکستان نشان می دهد که این کشور نسبت به اسلام آباد هنوز بی اعتماد است. انتظار حکومت است که پاکستان گام های مثبت را در اساس تعهد جنبان جنبه بودن انجام می کند. زمان که گام های اولی برمدارد حکومت افغانستان نمی تواند به صداقت و تعهد پاکستان باورمند باشد. این در حالی است که اخیراً دولت افغانستان پس از حمله مرگبار انتحاری به ریاست محافظت از رجال برجسته در شهر کابل که صدها کشته و زخمی بر جا گذاشت اعلام کرده تا زمانی که پاکستان طالبان را به میز مذاکره صلح نیاورد در نشست‌های گروه‌های هماهنگی چهار جانبه شرکت نمی‌کند. اکنون دکتر وحید وحیدالله کارشناس ارشد سازمان ملل متحد را در امور منازعات روی خط تصویر از امریکا با خود وصل داریم و در این رابطه ازشان می‌شنویم. آقای وحید سلام بر خودت و میشه بگو این آنچه را که وزارت خارجه پاکستان میگه که گفتگوهای صلح دور پنجمش برگزار میشه، آیا فکر میکنین با توجه به اینکه رئیس جمهور افغانستان در لندن گفت تا زمانی که صداقت پاکستان ثابت نشه و تا حالا صداقت نداشته بر گفتگوهای صلح، این گفتگوها نتیجه خواهد داشت برای صلح افغانستان؟ جناب حبیبزاده صاحب احترامات مرا هم قبول کنین و به خدمت شما یک بار دیگه اما مسئله اصلی را اینجا توضیح کنم و ایست که مذاکرات با کی صحبت یا نشست یا هر چیزی که ما نامش را میبانیم که تمام نزی مصنوعی و ساخته و بافته خود امنی پاکستانی هاست. مذاکرات باید طرف مقابل داشته باشه، یک اجنده داشته باشه، یک هدف داشته باشه. آدم خود نمیشه که مذاکره امرای خود بکنه. فعلا در افغانستان هیچ حکومتی که او از یک طرف از مردم نمایندگی کنه و از طرف دیگه او استخدام نشده باشه متاسفانه توسط رژیم نظامی ISI پاکستان وجود نداره. ایتو خود نمیشه که نشست و مذاکره و صحبت با خود از خود برای خود مثل او عرف معروف مردم ما که خود ما کوزه خر و کوزه ساز و گل کوزه و کوزه فروش همه کنم. این کارا کلش ساخته و بافته پاکستان است برای فریب افکار عامه. کدام منبع به نام حکومت افغانستان نمایندگی کنه از منافع افغانستان وجود ندارد.
جناب دکتر، آنچه پیش از این پس مطرح شد به نام گفتگوهای صلح افغانستان، شما فکر میکنین بی بنیاد بوده در اونجا امریکا و چین هم به عنوان ناظرین در این گفتگوها سهیم بودن؟ تمامنش بی بنیاد بوده. پس چرا در چنین یک نشست بی بنیاد این دو قدرت جهانی اشتراک داشتن؟ من به خدمت شما میگم، چین و امریکا یک دو کشور ناظر بوده اونجا که اونا هم مثل که ما آرزو دارم، شما آرزو دارین، دیگران آرزو دارن، خواستن و میخواین ببینن که درجه صداقت از این مذاکرات در کدام حدود است. ولیکن اینا قبلا میفهمن که در کابل کدام حکومتی وجود نداره که باز امرای زو فارغ از صلاحیت پاکستانی ها و آیس آی پاکستان مذاکره صورت بگیرد. هر آنچه که پاکستانی ها و آیس آی برای حکومت کابل امر کنن، امون تعمیل میشه، این مذاکره بشه بی‌مفهوم است و طرف مقابل نداره که باید اون جانب جهان باشه. جناب دکتر، به این افغانستان اعتماد داره برای این رهبریش به نام حکومت وحدت ملی و در تمام نشست‌های بزرگ جهانی به عنوان رهبرای حکومت، رئیس جمهور و رئیس اجرایی اشتراک میکنن و تمام اعضای کابینه، فکر میکنین چه چیز باعث شده تا شما میگین که این حکومت اصلا حکومت نیست؟ مطلب اساسی بسیار ایست که تماما حرکات، سکنات از 2001 تا ولی تا زمانی که مستقیما الیوم آقای کرزی در راست قرار دارن به امرای آیس آی یک جا کار میکنن، کلش از یک منبع که آیس آی باشه کنترل میشه و اینا ایک دو حرکت را که در دفاع از منافع مردم افغانستان باشه برای منفعت ملی افغانستان در هیچ عرصه از زندگی سیاسی اقتصادی اجتماعی منطقه و بین‌المللی انجام نداده. خودش مفهوم از امیر میده که اینا یک رژیم دست نشانده استن که با مردم و نمایندگی از مردم و منافع ملی مردم افغانستان متاسفانه هیچ ارتباط نداره. حال اگر فکر میکنین که پاکستان در پس تمام ناامنی ها در افغانستان است و امریکا به عنوان یکی از متحدین افغانستان و همچنان چین یکی از کشورهای پرقدرت در منطقه در نشست چهارجانبه صلح هم اشتراک داشتن و تعهد همی بود که هر کسی که اگر از این دور یا از این گفتگوهای صلح فرار بکنه مورد هدف قرار میگیره، فکر میکنین که امریکا حال با پاکستان چه معامله را خواهد کرد یا با طالبایی که یا با مخالفین مسلح حکومت افغانستان؟ معلوم دار گفت بسوانه، شما میبینین که مناسبات امریکا با رژیم دست نشانده کابل و همچنان امرای پاکستان در یک سطح یخبندان و بسیار سرد قرار داره، چنانچه بهترین نمونه زی امی تصمیم آخر برای ندادن تیاره های F-16 که شما شاید زوستین و خود امی تقبیه از این مداخلات ابراز آرزومندی برای زی، حتی اشتراکشان در جوار چین در امی مذاکرات به خاطر است که اینا را متوجه به این امر بسازند که از این سیاست فریبکارانه و خائنانه و مداخلات و تجاوزات و جنایات در امور داخلی افغانستان و قتل و کشتار جنایت مردم دیگه میره متوقف بسازن. برخوردشان بسیار سریع میباشه. من برای شما به اطمینان میگم که فقط پاکستان یک چانسی بسیار کمه دیگه برای ازی که خود اصلاح کنه داره، که من یقین ندارم که اصلاح خود خواد کرد. در غیر از او برخورد جامعه جهانی امرای پاکستان و من جمله امریکا و چین و ایس دو عضو بسیار با اهمیت شورای امنیت سازمان ملل متحد قاطع شده میره. جناب دکتر، پس شما فکر میکنین که صلح در افغانستان نمیه به نام گفتگوهای صلح؟ به صورت قطعی کلش یک خدعه و فریب است. در فوتبال ما مردم یاد پالوانی یک اصطلاح داشتیم به نام سازک. شما فکر کنین مذاکرات با طالبا، طالبا با گلبودین، گلبودین با کابل، کابل با ایس آی، اینا کلشان یک مردم هستند، برای یک هدف کار میکنن، از یک منبع تمویل، تجهیز و تسلیم میشن و برای اعمال خرابکارانه و بی ثبات ساختن اوضاع از یک طرف در افغانستان و از طرف دیگه به کشور همسایه هند. عنوان آخرین پرسش جناب دکتر، پس شما فکر میکنید که حضور امریکا در افغانستان به شکست مواجه شده؟ نه، به صورت قطع چنین نیست. امریکا یک حضور دوامدار می داشته باشد. امریکا بسیار یک آجندای مفصل بر علیه تروریسم، دهشت افغانی، مواد مخدر و همچنان مسئله مربوط به انتشار افراطیت در منطقه و جهان داره که با اون مصمم و اجندای بسیار درست مطابق به شرایط به پیش میره. خیلی زیاد تشکر جناب دکتر. خواهش میکنم، بفرمایید. جناب دکتر وحید وحیدالله، کارشناس ارشد سازمان ملل در امور منازعات، روی خط تصویر با خود وصل داشتیم. همه دامی خبرها.
رئیس جمهور غنی تقاضا برای مواد مخدر در بازار کشورهای غربی را عامل اساسی فساد در افغانستان خوانده و این کار را محرک اصلی تروریسم و افرادگرایی می‌داند. وی تاکید دارد که از میان 500 میلیارد دلار پول مواد مخدر افغانستان در یک دهه گذشته 480 میلیارد آن در اروپا جابجا شده است. آقای غنی همچنان هشدار می‌دهد تا زمانی که کشورها مانع مقام‌های دولتی آلوده به فساد نشوند، هر تلاش در این زمینه بی‌نتیجه خواهد بود. از سوی هم افغانستان و 5 کشور به شمول بریتانیا توافق کردند که اسناد مربوط به مالکان اصلی شرکت‌ها را نشر می‌کنند. سران و نمایندگان 40 کشور جهان در لندن تلاش کردند تا راه حل برای فساد مالی بیابند. اشرف غنی در نشست جهانی مبارزه با فساد اداری خود را متحد بر ریشه‌کن ساختن این پدیده می‌داند. اما دور کردن لکه بدنام فساد اداری از جبین افغانستان را نیازمند همکاری‌های جهانیان می‌خواند. از دید رئیس جمهوری افغانستان، ریشه‌های فساد اداری از جاهای دیگر آب می‌خورند. فساد منتج به خشونت سیاسی می‌شود. ما باید مشکل اصلی را دریابیم. تقاضا برای مواد مخدر در بازارهای غربی محرک و عامل اصلی فساد در افغانستان است. کارتل های مواد مخدر همچنان محرک اصلی تروریسم و افرادگرایی هستند. UNODC تخمین میکند که از میان 500 میلیارد دلاری که از قاچاق مواد مخدر افغانستان در دهه گذشته به دست آمده، 480 میلیارد آن در اروپا جابجا شده است و این مسئله پیگرد قانونی نشده است. در این نشست همچنان افغانستان و 5 کشور دیگر به شمول بریتانیا و نایجیریا توافق کردند برای جلوگیری از فساد مالی و رشوه‌ستانی اسناد و مدارک کسانی را در کشورهایشان نشر خواهند کرد که مالکان اصلی شرکت هاند. نخست وزیر بریتانیا که میزبان این نشست جهانی است، فساد اداری در قلب کشورها را همانند غده کشنده سرطانی می داند و بر مبارزه جدی علیه این پدیده تاکید. اگر ما می خواهیم که مشکل فقر و ناداری را حل کنیم، اگر ما می خواهیم که افرادگرایی را شکست دهیم و یا اگر ما می خواهیم که فاصله میان ثروتمندان و ناداران کشورهای جهان را کوتاه بسازیم، باید در برابر فساد مبارزه کنیم. وزیر خارجه آمریکا در نشست جهانی مبارزه با فساد نیز فساد اداری را همانند تروریسم و افرادگرایی به کشورهای جهان خطرناک می داند. من مطمئن هستم که با برگزاری این نشست کارهای متفاوت در راه خواهند بود. فساد اداری یک خطر بزرگ چون افرادگرایی است و حکومت‌های مردمی را می‌تواند سرنگون کند. فساد در نهادهای دولتی افغانستان در بیش از یک دهه گذشته همواره در روابط افغانستان و حامیان غربیش دردسرساز بوده است. کشورهای کمک کننده افغانستان که از روند مبارزه با فساد اداری ناراض هستند، بارها بر جدی‌تر شدن این مبارزه تاکید کرده و ادامه کمک‌هایشان به افغانستان را نیز مشروط به بهبود حکومت داری و ریشه‌کن ساختن پدیده بدنام فساد اداری ساختند. عدم مبارزه پاکستان با طالبان باعث افزایش ناامنی در منطقه شده است. رئیس جمهور غنی در نشست لندن با بیان این مطلب از پاکستان در امر مبارزه با طالبان به شدت انتقاد کرده، گفته است پاکستان برای از میان برداشتن طالبان افغانی و شبکه حقانی در خاکش تاکنون اقدام نداشته است. در جریان این نشست برخی از شرکت کنندگان رئیس جمهور را با الفاظ تند انتقاد کردند که سبب اختلال شدن نشست شده است. رئیس جمهور غنی دسترخان بی صداقتی پاکستان در قبال آوردن صلح افغانستان و مبارزه با طالبان را در نشست با خبرنگاران در مؤسسه روسی لندن هموار می کند و اسلام آباد را با سخنان کوبنده به بی توجهی و ناکارگی در امر مبارزه با تروریسم منطقوی متهم کرده است. دولت افغانستان مکررن از پاکستان برای مبارزه با طالبان درخواست کرده، اما این خواسته بدون اینکه دلیل قانع کننده‌ای داشته باشد تا کنون از سوی این کشور اجرا نشده است. طالبان پاکستانی در خاک این کشور عملیات‌های مختلفی دارند و پس از آن در دسته‌های بزرگ به افغانستان فرار می‌کنند و این باعث ناامنی در افغانستان می‌شود. از سخنان رئیس جمهور غنی معلوم می‌شود که کاسه صبرش از سیاست‌های پاکستان لبریز شده است.
آیا دولت پاکستان تا کنون یک بار از تلاشش برای هدف قرار دادن طالبان افغان و یا شبکه حقانی گزارش منتشر کرده است؟ و یا محل زندگی آنها معلوم نیست؟ آیا علناً گرد هم نمی آیند؟ و یا علناً سربازگیری نمی کنند؟ آیا به طور آشکار با آنها اسلحه و تسلیحات نمی رسد؟ پیدا کردن جواب این سوالات به شما خبرنگاران است. بله، اگر نشانی و آدرس بخواهید، ما با کمال میل در اختیار شما میگذاریم. گفتنی است که در جریان سخنرانی آقای غنی در مؤسسه روسی لندن، یکی از شرکت کنندگان که به تصمیم دولت افغانستان برای عبور خط انتقال برق آسیای میانه از راه سالنگ معترض بود، علیه آقای غنی شعار داد و او را به دروغگویی متهم کرد. در این جریان میان نیروهای محافظ امنیت محل و این فرد معترض درگیری فیزیکی رخ داد و ماموران امنیتی مرد معترض را از محل سخنرانی بیرون کردند و نشست منحل شد. نبرد میان طالبان مسلح و نیروهای دولتی در برخی مناطق ولسوالی بغلان مرکزی هنوز ادامه دارد. یک منبع که نمیخواهد نامش گرفته شود میگوید روستاهای کوکچنار، قیصرخیل و عربهای ولسوالی بغلان مرکزی به کنترل طالبان درآمده است. اما محب الله کوهستانی، فرمانده پلیس بغلان مرکزی، با تایید نبرد در این مناطق سقوط این روستاها را تایید یا رد نمی کند. با گفته آقای کوهستانی در درگیری ها طی 24 ساعت گذشته 20 طالب مسلح کشته شده و 17 تن دیگر آنان زخمی شدند. همچنان فرمانده پلیس بغلان مرکزی میگوید در این درگیری ها 2 پلیس ملی و 4 عضو خیزش های مردمی نیز جان باختند. گذرگاه ترخم بر روی مسافران دوباره گشوده شد. بر بنیاد گزارش این گذرگاه حوالی ساعت 6 عصر امروز بر روی مسافران دو سوی گذرگاه گشوده شده است. بر بنیاد گزارش ها گذرگاه ترخم پس از دیدار عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در پاکستان با راحل شریف رئیس ستاد ارتش این کشور بدون وضع شرایط و یا معامله گشوده شده است. این گذرگاه 5 روز پیش پس از آن از سوی نظامیان پاکستان مسدود شد که سربازان مرزی پاکستان قصد داشتند در نقطه صفی مرز ترخم تأسیسات نظامیشان را ایجاد کنند، اما با واکنش پلیس مرزی افغانستان مواجه شدند. شمار از دانش آموزان در مکتب های غزنی ادعا دارند که از 3 سال به این سو کتاب های جدید درسی را دریافت نکردند. با این حال برخی مدیران مکتب در این ولایت با تایید این مسئله می افزایند نبود آموزگاران در برخی مکتب ها و عدم پرداخت حقوق معلمان در زمان مناسب از چالش های دیگر معارف در غزنی است. اما مسئولان ریاست معارف غزنی می گویند این یک معضل سراسری در تمام کشور است. نبود و کمبود مواد درسی به ویژه کتاب برای دانش آموزان در غزنی از چالش هایی است که طی سالها این دانش آموزان با آن روبرو بودند. مدیران برخی مکاتب در غزنی تایید می کنند که از 3 سال به این سو دانش آموزانشان از صنف 7 الا 12 بدون کتاب برنامه های درسیشان را به پیش بردند. این مسئولان از آینده این دانش آموزان سخت نگرانند و تاکید می کنند که برخی دانش آموزان در آستانه فراغت از مکتب هستند و نبود کتاب در امتحان کنکور آنان را با چالش مواجه سازد. ما به می سیستم به می امکانات بسیار کمی است که بر ما داده شده و همچنان کم بود کتاب داریم. از صنف 7 تا صنف 12 را حقیقتا کتاب نیست، تقریبا 2 سال 3 سال میشه کتاب نرسیده و از صنف اول تا صنف 6 الحمدلله پار سال همین چیز کتاب رسیده و هم سال هم وعده شده که بوداتش برتان داده میشه. حق الزمو کم لا مکتر اولا رو گل کمک نداشت و 2 نفر حق الزمو مکتر کل سویدی مک شعبات جاتی 2 نفر حق الزمو را کل سویدی نوزه دا غوارم سیدی مگه دی حق الزمو تشکیل می زفاسی او نورم داس کومکونه دی معرف لخواره سره چې چوکۍ نه لرو دی ادارې لپاره د درې کار کې دی موږ مکتب تاسیس سو دی پیشنهادونه ما دی را سره دی سو واری رئیس سب تکللی او شورا را سره کللی دا خود تر دوسې چم کومک نه دی را سره کوي. اگر به نظر بگیریم 50 افیسر شاید در مکاتب بیشتر کتاب موجود نباشد، حتی اکثر 50 افیسر شاید کتاب باشد. از نظر جای ما فعلا در همین جایی که فعلا شما قرار دارید، ما 42 تا شعبه از شاگردای ذکور داریم، 42 یا 43 تا شعبه ما از نسوان داریم که متاسفانه فقط 8 تا اتاق درسی داریم متباقی کلن زیر آفتاب، زیر خیمای فرسوده که واقعا قابل تأسف است. از سوی هم دانش آموزان تاکید دارند که در این سال کتاب موارد ضرورتشان را از بازار خریداری کردند. مشکل دارم، خیلی مشکلی درس می‌خورم، ما کتاب از بازار می‌خریم و
اما معاون تدریسی ریاست معارف غزنی این مشکل را مختص به غزنی ندانسته، میگوید چالش نبود مواد درسی در تمام کشور وجود دارد و امیدواری میکند که کتاب های تازه چاپ شده به زودی به این ولایت فرستاده شود. حقیقا مشکل کمبود کتاب یک از مشکلات اساسی نه در مدار ولایت غزنی بلکه در سطح کشوری مطلی بحث است. ما هم در ایراسات تلاشای خود کردیم، تمام نیازمندی ها را با موقعش با مرکز فرستادیم. بیشتر از 20 هزار جلد کتابی که جدیدن اقبال چاپ یافته، امیدوار هستیم که این کتاب ها به زودترین فرصت در اختیار ما قرار بیده تا ما بدانیم با مشکل کمبود کتاب در مکاتب خود هم نقطه پایان بگذاریم. برخی مسئولان معارف در غزنی به این باورند که عدم نگهداری درست از کتاب‌های درسی از سوی دانش آموزان باعث شده است تا بیشتر مکاتب با کمبود کتاب درسی مواجه شوند. خبر اقتصادی پس از وقفه تقدیم می شود. برای نشر پیام‌های بازرگانیتان با ما به تماس شوید. برای نشر پیام‌های بازرگانیتان با ما به تماس شوید. دوباره خوش آمدید. قطع جنگلات در ولایت خوست ادامه دارد و این مسئله جنگلات را با خطر نابودی مواجه کرده است. شمار از باشندگان ولایت خوست با ابراز این مطلب میگویند جنگلات این ولایت با اره های برقی قطع می شود و کسی نیست تا جلو این کار را بگیرد. با این حال والی خوست میگوید کسانی که هنگام قطع جنگلات دیده شود به زندان انداخته خواهند شد. قطع جنگلات به گونه غیر قانونی در بسیاری ولایت های افغانستان جریان دارد. جنگلات در ولایت خوست نیز از این خطر مسئول نمانده و اکنون به گفته برخی باشندگان این ولایت، برخی ها این جنگلات را با اره برقی قطع می کنند و روزانه صدها درخت از این جنگلات کم می شوند. به باور آنان اگر جلو قطع این جنگلات گرفته نشود، دور نیست تا در ولایت خوست ای جنگل پیدا نشود. خوست و خصوصا په دوی پکتیا کې د ځنګلو وال دوام لري. په خو به په تبرګیو نه دا ځنګلونه کټه کېدل غوسی په برکی ارون یې کوي برکی ارون واغه هغه دا غدو چې دا ځنګلونه خلک دې په خاطر وایي چې مطلب لرګي دي خار څه کما ګاټا په وکما مطلب هغه په وکما دې په خاطر وایي وایي خصه یې وایي و بل لري عرب سر چلان دي بس دا عرب سر روډه په دال د خو یار ظلم په خو یا به ځای وایي. برخی باشندگان خوست میگویند دلیل عمده قطع جنگلات بیکار بودن باشندگان محل است. آنان از حکومت میخواهند تا در کنار کاریابی برای مردم، پروگرام های معلوماتی در مورد اضرار قطع جنگلات را نیز را اندازی کند. بود آخر وقتو که نوردولت دی جنگلات و حال دیر شویدی و اکثر غرونه بونی و زنگلونه ختم شویدی. حکومت نمو غختانه دو چی داغ خلکو بانده داغ کمونو سرا یون پنده وکی میتونگونه وی سرا وکی ورکشپونه وی تدهیل که چی داغ خلک دی جنگل پو گرد و توانو بانده پوی کی. والی خوست نیز تایید میکند که جنگلات در این ولایت بگونه بررحمانه مورد حمله قرار گرفتند و روزانه صدها درخت از آن قطع می شود. اما وی هشدار می دهد که افرادی را که در انگام قطع جنگلات دیده شوند به زندان انداخته و تحت پیگرد قرار می دهد. زیاد وضاحت به خاطر دی جنگلون و چارو دی تنظیم دی قانون دی دوهم فصل دیومی ماده په اساس دا خبر په صراحت سره کوم چې د ځنګلونو وهل، تخریبول او حتی په زراعتي ځمکو باندې د هغې تبدیلول د قانون سره مغایرت لري. وی تاکید میکند که به نیروهای امنیتی دستور داده است تا جلو قطع جنگلات را بگیرد و بزرگان قومی نیز باید در این مورد با آنان همکاری کنند. رویدادهای جهان تا لحظات دیگر. برای نشر پیام‌های بازرگانیتان با ما به تماس. برای نشر پیام‌های بازرگانیتان با ما به تماس شوید. اکنون فشرده چند رویداد از جهان. محکمه نظامی پاکستان پنج عضو شبکه القاعده را به جرم حمله مرگبار سال گذشته بر یک موتر انجمن اسماعیلیان و قتل یک فعال سرشناس حقوق بشر در این کشور به اعدام محکوم کرد.
ارتش پاکستان گفته است که جنرال راحیل شریف رئیس ستاد ارتش این حکم را تایید کرده است. این 5 تن در ماه سال گذشته در شهر کراچی یک موتور حامل اسماعیلیان را هدف قرار دادند که منجر به کشته شدن 45 تن شد. مسئولان در ارتش پاکستان همچنان گفتند این افراد در قتل سابین محمود فعال سرشناس حقوق بشر در ماه می سال گذشته و حملات دیگر نیز دست داشته است. یک فرمانده ارشد گروه حزب الله لبنان در سوریه کشته شد. ایستگاه تلویزیونی المنار وابسته به گروه حزب الله لبنان گزارش کرده است که مصطفی بدرالدین از فرماندهان ارشد شاخه نظامی این گروه در سوریه کشته شده است. بر بنیاد این گزارش مصطفی بدرالدین چند ماه پیش گفته بود که از سوریه بر نمیگردد مگر به صورت شهیدی که پرچم پیروزی را حمل می کند. این بیانیه جزئیات بیشتری در مورد کشته شدن بدرالدین نمی دهد، اما بیشتر شبکه تلویزیونی المیادین لبنان گزارش کرده بود که هواپیماهای اسرائیلی به محل اقامت این عضو حزب الله در نزدیکی فرودگاه دمشق حمله کردند و در این عملیات تعدادی از همراهان او نیز کشته شدند. این شبکه تلویزیونی در بخش‌های بعدی خبری به نقش اسرائیل در این عملیات اشاره نکرده است و اسرائیل هم هنوز به این گزارش واکنش نشان نداده است. ارتش ترکیه از کشته شدن 8 سرباز در جریان عملیات علیه نیروهای حزب کارگران کردستان PKK خبر داده است. بر اساس این گزارش 6 سرباز در جریان درگیری‌ها در نزدیکی یک پایگاه نظامی در استان هکاری در جنوب شرق ترکیه کشته شدند. 2 سرباز دیگر در جریان سقوط یک چرخبال که به محل درگیری اعزام شده بود کشته شده است. و بیننده های عزیز، برای دریافت تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان و جزئیات بیشتر همین رویدادها به صفحه اینترنتی aryananews.af مراجعه. سپاسگزارم از همراهیتان به خبرهای این ساعت. الله نگهدارتان.